سبب چشم من انداخت خاکی از کویش که آب زندگیم در نظر نمی آید. اگر به روی دلارای یار ما ورنی به هیچ وجه دیگر کار بر نمی آید. زلف تو شده که خوش سادی دیدیو مقیم زلف تو شده که خوش سادی دید و زن غریب با کش خبر نمی آید نمی آید. آمدن ماه‌های مختلف در پشت سر هم می‌فرماید که این آمدن و رفتن هایی که شما به ظاهر می‌بینید خورشید ماه اینها گاهی اوقات توافق می‌کنند گاهی اوقات مختلف عمل می کنند. در مورد ماه و اول ماه و آخر ماه و اینا که از پیغمبر سوال می شه که اینها چیه که خدای مدتی رو برای ما ماه رو کوتاه کنه یه مدتی رو بلند حضرت می فرماید الهی حضرت می فرماید این مساعد یسألونک عن الاهل می پرسن از پیغمبر از این که هلال ماه یسألونک عن الاهل قال مواقیتون لناس از اینها یخونه قل هی مواقیتون لناس اینها برای وقتی برای که شما بنسانید
همچنین کتاب درخت‌های دیگری هست و پرندگان دیگری هستند که آمدن و رفتنشون به شاخه یک درخت یه علامت ساعتی است. ما هم خداوند گفته اینا را ساعتی ساعت خیلی منظم این اون ساعتی که امروزه. البته این وقایعی که برای بشر یا برای جهان اتفاق میفته در داخل این تقویم، در داخل این ساعاتی که خداوند معین کرده اتفاق میفته. پیغمبر صلی الله علیه و آله میخواد متولد بشه، شروع کنه به زندگی این دنیا در یک برهه از زمان که اسمش می‌دارم میلاد اتفاق بود، یا جنگ بدر واقع میشه سلاجی، اینا رو می‌دارن به نام سلاج. هیچ موقعیت خاصی، موقعیت خاصی نداره. من جمله بعدی تاریخ که در جمع مردم، در جمع مسلمین آثار هنگفتی داره، جداگانه برای هر گروهی جهت خاص خودش داره. مثلا برای ما مسلمین تولد پیغمبر، هجرت پیغمبر و اینا همه خیلی مهمه، به یاد داریم، یاد داشت میکنیم. و من در اردال به خاطر یاد بوده اون زمان جشن میگیریم یا عزایی میگیریم. اخیراً من دیدم که تولد بود. البته تولد یه نوزاد در هر خانواده موجب یه تحرکیست و همه منتظرش هست میشن و بعد که به اونجا بیاد اون روز رو به خاطر دارن. اما روزی نیست جهانی که همه بدونن. هرچه تعداد اینهایی که بیکن و خاطر دارن زیادتر بشه، زیاد بشه، اگه جمعیتی باشه اون وقت جشن میگن. ولود من تاریخ تولد خودم و بزرگان رو چون متداول تاریخ قمری بوده به تاریخ قمری بر یادمه، ولی به تاریخ شمسی یادم نیست. ولی دیدم به تاریخ شمسی تبریک گفتن. البته از این ها که تبریک گفتن و هزار محبتی کردن به هر جهت متشکرم که یاد من کرده و مسلمان در یاد آوری حتماً یه فاتحه و اخلاصی برای من خوندن که انشاءالله در وقت نه چیزهایی باشه که بعداً خراب نشه. متشکرم. از قدوم آن که دل جویای او جان به استقبالش آمد، جان به استقبالش آمد، آن که جان
مأوای او. مژدگانی ده قدومش را که اینک میرسد، مژدگانی ده قدومش را که اینک میرسد، آن که جان مست شراب عشق روح افزای اوست، آن که جان مست شراب عشق روح افزای او. اینک آمد تا که در جان و دل من جا کند، آن که هم جان جای او پیوسته، هم دل جای او بود، آن که هم جان جای او پیوسته، دل هم جای او. اینک آمد آن که جان را مست چشم مست کرد، آن که دل ها خسته مژگان بی پروای اوست. اینک آمد تا بریزد جام می در جان و دل، اینک آمد تا بریزد جام می در جان و دل، آن که در سرها خمار از ساغر مینای او، آن که در سرها خمار از ساغر مینای او. در دل هر عاشقی تابی ز مهر روی او، در سر هر بی دلی شوری ز استغنای او. در سر هر بی دلی شوری ز استغنای او.
هست جان و دل در پار آن کرا جان و دل و تن منزل و مأوای او فیض خاموش کن که نتوانی ز وصفش دم مزن آنچه گفتی آنچه گفتی هم کفی از موجه دریای او آنچه گفتی هم کفی با اجازه و اذن فقرا من مرخص میشم از شما خداحافظی میکنم فعلا خداحافظ در دل و جان خالی کردی در دل و جان خالی کردی در دل و جان خالی کردی آلبت Thank you.